بچه ها، ما آمدیم توی دو جلسه قبل بحث دامنه و بحث نامعادله رو به صورت کامل بهتون تدریس کردیم. این دوتا بحث بچه ها توی دهم هستن، یازدهم هستن، دوازدهم هم هستن. من به صورت کامل گفتم. این جلسه میخواییم چند تا تستی که باقی مونده رو بچه ها با هم دیگه بزنیم و میخواییم ببینیم توی آزمونای جامعه همین تیر ماه و خرداد ماه، توی گزینه دو، توی سنجش، توی قلمچی، از این مبحث چه سوالاتی اومده و این سوالا رو با هم دیگه کار کنیم. در واقع درسمون 80% درس جلسه قبله، فقط میخواییم تست بزنیم و 20% نکات جدیدی که لابلای تستا باشه رو من بهتون میگم. اگه آماده هستین بچه‌ها عدد 2 رو این دفعه ارسال کنید که من خیالم راحت باشه دیگه شروع کنم. بچه‌ها عدد 2 اومد دیگه من شروع کنم. بریم؟ خیلی خوب. خب بچه‌ها اول از همه بریم با هم دیگه مبحث نامعادله رو یک یاداوری من براتون بکنم. دقت کنید. بچه‌ها ما گفتیم هر جا علامت کوچکتر بزرگتر دیدین به این سوالات میگن سوالات نامعادله. حسن جان همین اولش رو بگی، میخوام نکات رو بگم، لایو رو بگیر. آره. خب دقت کنید بچه ها، من گفتم هر کجا علامت کوچکتر بزرگتر داریم به این سوالات میگن نامعادله. بعد نامعادلات رو دو روش حل داریم، یک روش تشریحی و دو روش سوپرجتش، روش سریعش. خب روش تشریحیش که کاملا مشخصه دیگه، گفتم همه رو بیار یک طرف، مخرج مشترک بگیر، ریشه ها رو به دست بیار، بذار توی جدول و علامت ها رو بگو. 5 مرحله برای حل سوالا به روش تشریحی هست. همه رو بیار یه طرف، مخرج مشترک بگیر، ریشه ها رو به دست بیار، داخل یه جدول بکش و علامت ها رو بگو. و بعد روش سوپرجتش بچه این بود که در واقع از روی گزینه ها ما سوال رو چکار میکردیم بچه ها؟ حل میکردیم. یه تکنیک در واقع انگلیسی بود که من میومدم بین گزینه ها اختلاف مینداختم و سوال رو حل میکردم. امروز هم بچه ها سوال های قلمچی، گزینه دو، سنجش، همه سوال های آزمونه جامعه رو از همین دو روشی که بهتون گفتم سوالات نامعادله رو حل میکنیم. خیلی خوب، پس یه یادآوری شد مبحث نامعادله. اما اون جلسه قبلترش بچه ها من اومدم به شما دامنه رو درس دادم و باز گفتیم بچه ها تستای دامنه دو روش حل داره. یک روش 5-3 که یه روش تشریحیه و دو روش سوپرجت که بچه ها روش سوپرجت بازم میگم از روی گزینه ها شما سوالای دامنه رو چیکار میکنید؟ حل میکنید. بعد تو روش تشریحی چی گفتم؟ گفتم آقا ما یه نکته داریم به اسم 5-3 که باید این نکته رو خیلی خوب یاد بگیریم. نکته چی بود؟ من یه بار دیگه اینجا بنویسم. اینجا خب روش 5-3 گفتم آقا یک مخرج باید مخالف صفر باشه، دو گفتم زیر رادیکال باید مثبت یا صفر باشه. دقت کن زیر رادیکال هیچ وقت نمیتونه منفی بشه، باید مثبت یا صفر باشه. سه اگه در یه تستی لوگاریتم دیدی، لوگاریتم آ در مبنای ب، چی میگی؟ میگی هم آ باید مثبت باشه هم ب باید مثبت باشه، ضمناً مبنا باید عدد 1 نباشه. پس 3 تا نکته توی دامنه بهتون گفتیم، بالا مثبت، پایین مثبت و پایین عدد 1 نباشه. دوستایی که جدید به کلاس اضافه شدن نگران نباشن، درس دو جلسه قبل ضبط شده با جزوه در اختیارتون حتما قرار میگیره. بچه‌هایی هم که از طریق لایو اینستاگرام دارن تصویر منو میبینن حتما عدد 1400 رو به شماره 935-062-1006 ارسال کنن که انشالله داخل گروه تلگرامی قرار بگیرید. اونجا هم جزوات رو بهتون میدن، هم فیلم رو در اختیارتون قرار میدن که از فیلم ها استفاده کنید. خب دقت کنید بچه ها، دقت کنید. خب 3 تا نکته رو گفتم. نکته چهارم بچه ها، این نکته چهارم امروز میخوام تستشو بزنم، جلسه پیش فرصت نکردم تستشو بزنم. اینو دقت کن، اگر در کنکور به شما شکل بدن باید دامنه رو از روی محور X بگین. خب میتونید دامنه بگین. و نکته آخر که بچه ها به شدت مهمه، مال 12 همه،
تقریبا بچا تو دهه 90 بارها و بارها سال کنکور بوده، دامنه اف او ج است. بچا اف او ج یعنی اف ج ایکس. بعد من براتون اومدم گفتم توی دامنه اف او ج دو تا دامنه باید حساب بشه، یک ایکسی که میره توی ج، دو جی که میره توی اف. باید دو تا دامنه به صورت مجزا حساب بشه و آخر بینشون اشتراک بگیرید. x عضوی از دامنه ژ و ژ عضوی از دامنه اف. بعد چی گفتم من؟ گفتم آقا بعد از اینکه این 5 تا نکته رو یاد گرفتین، 3 تا نکته یادت باشه. نکته اول که آقا ساده کردن در تستای دامنه حرام است. آقای شاکریان ما تست دامنه دیدیم، خب میتونیم مخرج مشترک بگیریم؟ نه. میتونیم دور در دور، نزدیک در نزدیک کنیم؟ نه. میتونیم لوگاریتم رو ساده کنیم؟ نه. میتونیم مثلا دوتا رادیکال رو یکی کنیم؟ نه. در تستای دامنه هر گونه ساده سازی حرام است. شما اجازه ای که سوال ساده کنید ندارید. بعد نکته دوم که بچه ها دامنه ها رو باید جدا حساب کنید. یعنی الان که بچه ها یه تست من به شما میدم، شما باید این تست مثلا مخرجا رو جدا حساب کنید، رادیکالا رو جدا حساب کنید، لوگاریتمو جدا حساب کنید و در انتها بین جوابهایی که به دست آوردین اشتراک بگیرید. پس در واقع میشه دامنه نهایی با اشتراک گیری به دست میاد. خیلی خب، اینم تکنیک 5-3 شاکریان که به شدت معروفه. شما تمام تستای 30 سال اخیر و تمام تستای قلمچی، گزینه دو، گاج، سنجش از هر منبعی باشه با این تکنیک 5-3 حل میشه. تو ذهن یه جوری هم گفتم که قشنگ تو ذهن دمونه بتونی تستا رو راحت بزنی. اما یادت باشه علاوه بر روش 5-3 که جلسات قبل من گفتم، الان فقط مرور کردم، علاوه بر روش 5-3 شما میتونید از روی گزینه ها و با مفهوم دامنه سوال رو رد گزینه کنید. خب اول بچه‌ها بریم یه 3-4 تا سوال از جلسات قبل مونده اونا رو حل کنیم، بعد آزمونه قلمچی، گزینه دو و سنجش همین ماه اخیر رو با هم دیگه بررسی کنیم. دقت کنید. خب اول از همه بریم سراغ سوالی که بچه‌ها از جلسه قبل مونده و گفته دامنه این تابع کدام است. بچه‌ها دقت کنید، من بخوام این سوالو تشریح برم باید دامنه لوگاریتمو جدا حساب کنم. جلوی لوگاریتم باز یک کسر داره، اونو جدا حساب کنم. باز کل این سیستم توی رادیکال گنده است. بعد فکر کنید توی 100 ثانیه شما باید در جلسه کنکور تمام این کارا رو بکنید. نصف برگه آچار فضا لازم دارید که بخواید این سوال رو چیکار کنید، تشریحی از رو گزینه‌ها برید. اما من بهتون چی گفتم؟ گفتم بچه‌ها خیلی راحت از روی اختلاف بین گزینه‌ها میشه دامنه تابع رو به دست آورد. چطوری؟ دقت کنید، من این تکنیک جلسه قبل گفتم، یه بار دیگه اینجا بهتون بگم. بچه ها من به شما گفتم تو مرحله اول یه عددی پیدا کنید که تو دو تا گزینه هستش و تو دو تا گزینه نیستش. پیدا کردنش خیلی راحته، یه نگاه به گزینه ها بندازید. من گزینه یک رو براتون رسم کردم، گزینه دو ایکس های کمتر از یک، گزینه بعدی ایکس های بیشتر از منه، رسم کردم. مثلا الان شما نگاه کنید این قسمت وسط رو دقت کنید، مثلا بین منفی یک و یک من میتونم صفر رو بدم. خب الان نگاه کنید دو تا گزینه میگن صفر جز دامنه تابع هست و گزینه یک و گزینه چهار میگن صفر جز دامنه تابع نیستش. پس عالیه، اولین عدد عدد صفر، عددی که تو دو تا گزینه هستش تو دو تا گزینه نیستش. بعد من تو جلسات قبل چی گفتم؟ گفتم اگر یک ایکسی رو داخل تابع بذارید و بهتون یک ایگرگ بده، بهتون یک خروجی بده، اون ایکسه قطعا جز دامنه تابع هستش. خب حالا منو ببین، الان من یه رادیکال دارم، یه لوگاریت مبنای 14، منو ببین اگر من ایکس رو صفر بذارم، بچه ها صفر منهای یک، اینجا هم صفر به اضافه دارم، به جای ایکس هم صفر میذارم، خب چه اتفاقی میفته؟ جلوی لوگاریت منفی میشه. بچه ها جلسه قبل من تأکید کردم لوگاریتم باید هم بالا هم پایینش مثبت باشه. الان ما لوگاریتم منفی یک نداریم. یعنی شما تا آخر عمرتون بگردین هیچ کجا امکان نداره لوگاریتم منفی یک ببینید. پس نتیجه به ازای ایکس صفر ما ایگرگی نداریم. نتیجه ایکس صفر جز دامنه ما چی بچه ها؟ نیستش. خب چه نتیجه میگیریم؟ پس الان این گزینه دو غلطه، گزینه سه هم غلطه.
چرا؟ چون اینا دارن میگن x صفر جزء دامنه تابه هستش، در صورتی که من صفر رو دادم زیر را... بچه جلوی لوگاری چی شد؟ منفی شد. دو تا گزینه رده. بعد گزینه هایی که باقی میمونن بچه من پررنگ میکنم، یا گزینه یک جوابه یا گزینه چهار جوابه. بعد حالا که بچه ها رسیدیم به دو تا گزینه، باز عددی رو پیدا میکنیم که در یکی از این گزینه ها هستش و در دیگری نیستش. ببین اول چهار تا گزینه داشتیم، تو دو تا هست دو تا نیست. بعد که حالا دو تا گزینه داریم، تو یکی هست تو یکی نیست. خب بگردیم، الان از یک به بعد مشترکن، درسته؟ اما قبل از منهای یک، مثلا من میتونم منهای دو بدم، منهای سه بدم، منهای چهار بدم. هر کدوم از این عددا رو میتونم بدم، چون تو گزینه یک هستش ولی تو گزینه چهار نیست. خب مثلا بچه من منهای دو رو میدم. خیلی خب، الان گوش کن، اتفاق بسیار بسیار جالبی میفته. رادیکال لوگاریتم، خب دقت کن، مبنای 14. خب بچه ها اگه x رو منهای 2 بذارید میشه منهای 2 منهای 1 به روی منهای 2 به اضافه 1. خب بالا شد منفی 3 به روی منفی 1 شد 3، شد 3. خب حالا گوش کن، یه اتفاق عجیب الان میفته. بعضی‌ها میگن آقا شاکران چقدر خوب، الان لوگاریتم هم بالاش مثبت شد هم پایینش مثبت شد. بالاش 3 پایینش 14، هر دو تا عدد مثبتن، پس اوکیه دیگه، هیچ اشکال نداره، جلوی لوگاریتم مثبت شد. اما یه تذکر بچه‌ها من بهتون بگم، اینو لطفاً همه با دقت گوش بدین. خب ببینم فضا دارم اینجا، خب همینجا بهتون میگم تذکر رو. یه اسلاید بیارم، پایین‌ترش هم ندارم. خیلی بذار بیارم، پیدا کن جا. مرسی حسن آقا. خب بچه‌ها اینجا رو دقت کنید، اینجا رو دقت کنید، این زوم وایدشو باید بزنم. نه نمیشه، همجوریه. خیلی خوب، اوکی بچه‌ها اینجا رو نگاه کنید. شما به شما میگفتن لوگاریتم 8 در مبنای 2 چنده؟ شما سال 11 میگفتین 3. چرا میگفتین 3؟ به خاطر که 2 به توان 3 میشه 8. یعنی چی؟ یعنی توی لوگاریتما اگه لوگاریتم x در مبنای a باشه b، همیشه a به توان b میشه x، که من بهش میگم قضیه خنده. دقت کن، x ما هست a به توان b. حالا من بعدن که لوگاریتمو درس بدم اینا نکاتو قشنگ کامل بهتون میگم. خب منو ببین الان لوگ 8 در مبنای 2 میگه 3، اما اگه به شما بگن لوگ 2 در مبنای 1 دوم چی میشه، میگی منهای 1. چرا منهای 1؟ چون یک دوم به توان منهای یک عکس میشه دیگه، یک دوم به توان منهای یک میشه دو. خب حالا یه نکته جالب بگم، بذار همین سوال تموم شه دیگه. یک نکته جالب بچه ها بهتون بگم، دقت کنید بچه ها، اگه در یک تستی عدد بالا و پایین لوگاریتم یکی بیشتر از یک باشه یکی کمتر از یک باشه، نگاه کن، دو بیشتر از یکه، یک دوم چی؟ کمتر از یکه، جوابمون قطعا یک مقدار منفیه. پس یه سوال ازتون میپرسم، در چه صورت لوگاریتم آ در مبنای ب یک مقدار منفی در میاد؟ مثل اینجا، در صورتی که بگین یکی بیشتر از یک باشه و یکی چی؟ کمتر از یک باشه. حالا بچه ها این نکات مال مبحث در واقع لوگاریتم، خب ولی تو تابه یه جوریه که از همه ریاضی ما تو تابه داریم. خب اینجا رو دقت کن، مثلا اگه به شما بگن لوگاریتم مثلا 3/10 در مبنای 7، قطعا جواب آخرش یک مقدار منفیه، یکی کمتر از یکه، یکی بیشتر از یکه، قطعا جوابش یه عدد چی؟ منفیه. خب بچه های اینستاگرام دقت کنید، حالا میخوایم باهاتون خداحافظی کنیم که اینستاگرامی رو تحویل بگیریم. بچه های اینستاگرام دقت کنید، الان من اومدم عدد منهای 2 رو از تو گزینه 1 انتخاب کردم، اومدم به جای لوگاریتم منهای به جای ایکس منهای 2 گذاشتم. بعد حالا این 3 بیشتر از 1، این 14 کمتر از 1. خب پس قطعا این لوگاریتم 3 در مبنای 14 یه مقدار منفی میشه. خب دوست گلم، آیا میشه که زیر رادیکال یک مقدار منفی بشه؟ نه، یعنی به ازای عدد منهای 2 شما دارین چی؟ زیر رادیکال منفی دارین. نتیجه منهای 2 جز دامنه ما چی؟ نیستش. خب پس بچه ها این منهای 2 غلطه، دیدین؟ گزینه 1 رد شد، اون گزینه دیگه رد شد، فقط مون گزینه 4. خیلی راحت من گزینه 4 رو میزنم. این تکنیکیه که بچه ها شما از روی گزینه ها میای چیکار میکنید بچه ها؟ جواب مورد نظر رو به دست میارید.
10 تا تست بزنید دیگه دستتون روون میشه و راحت میتونید تست بزنید. بچه های اینستاگرام حتما از این بعد از اینستاگرام فیلم های مشاهده نکنید، بیاید مثل دوستای دیگتون عدد 1400 رو ارسال کنید به شماره 935-062-1006 و هم فیلمو داشته باشین، هم جزوهش رو، هم رفع اشکال بکنید، هم میتونید سوالاتتون تلگرام برای من بفرستین و من براتون جواب بدم. خداحافظی میکنم از بچه های اینستاگرام. بچه های دیگه حواستون کامل با من. خب بریم سراغ صفحه 27. خب منو ببین یکی از سخت‌ترین سوالاتی که بچه این سوالو، خب مال سنجش سال 94، این سوالو اگه تو بخوای تشریحی حل کنی اشک در میاد، چون کلی مطالب داخلش هست تا بتونی تو این سوالو حل کنی. سوال نگاه کن چی گفته، اومده افو داده به من، افو داده، بعد نامرد به جایی که ژ رو بده ژ یک ایکسومو داده. ببین این اوج نامردیه، به جایی که ژ ایکس رو بده ژ یک ایکسومو داده. حالا این قسمت مربوط به ترکیب تابع است، هنوز ما باز من به شما درس ندادم. بچه‌ها تو جلسات اول خیلی از قسمت‌هایی که من میگم هنوز مدرسه معلم‌ها گفتن، ولی من هنوز بهتون درس ندادم. خب بعد آخر سوال گفته دامنه اف او ژ رو بگیم. من در جلسه قبل چی گفتم بچه‌ها؟ گفتم اف او ژ یعنی اف پرانتز ژ ایکس. بچه‌ها تو جلسات قبل گفتم هر کجا او دارین او رو تبدیل کنید به پرانتز. مثلا اگه یکی به شما میگه ژ او اف، باید این او رو بردارید به جاش پرانتز بذارید، بگین ژ اف، درست شد؟ یعنی اف انگار میده تو ژ، همچین معنی رو داره. خب منو ببین. خب بچه‌ها صدا تصویر منو کامل دارین؟ اگه صدا تصویر دارید عدد 3 رو ارسال کنید، من خیالم راحت باشه. عدد 3 رو بفرست. بدو. خب بریم بچه‌ها، بریم. بچه ها من اول از همه چیکار میکنم؟ میام گزینه ها رو رسم میکنم. گزینه یک میگه آر، یعنی آقا از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت همه هستن. گزینه دو گفته فقط یک، نگاه کنید فقط یک. گزینه سه گفته صفر تا یک. گزینه چهار گفته منفی یک تا یک. خب من قرار شد بگردم دنبال اختلاف گزینه ها، یعنی عددی پیدا کنم که تو دوتا گزینه هستش، تو دوتا گزینه نیستش. خب حسن آقا کمک کن، یه عدد میتونی بگی که توی دو تا گزینه هستش، توی دو تا گزینه نیستش؟ چند هستن آقا؟ منها یک خوبه؟ نکن منها یک اینجا هست، اینجا هم هست دیگه، نه؟ تو گزینه یک و گزینه چهار عدد منها یک هستش. خیلی خوب، پس من چند رو میدم؟ منفی یک. بعد حالا علتی که این سوال بچه ها حلش که خیلی سخته، رد گزینش هم تکنیک داره، الان بهت میگم. ببین شما باید منفی یک رو بذاری تو تابع اف ژ ایکس، یعنی بگی اف پرانتز ژ به جای ایکسش بذاری منفی یک، درست شد؟ خب حالا سوال اینجاست ژ منفی یک چطوری به دست میاد؟ بچه ها اگه شما بخوای ژ منفی یک رو به دست بیارید، این قسمتشو اونایی که پایه ریاضیشون ضعیفه شاید کوچولو متوجه نشن، اشکال نداره بچه ها، چون من بعدا تو ترکیب تابع قشنگ بعد این قضیه رو جا میندازم. منو ببین وقتی شما داری ژ یک ایکسوم برابر با x به اضافه 1 x. بعد اگه بچه ها مثلا به شما بگن ژ 1/5 رو بگو چند میشه، بعد شما باید چیکار کنید؟ با خود فکر کنید من به جای x هم چی بذارم که بشه 1/5؟ آفرین، باید 5 بذارم. الان باید به جای همه x ها 5 بذارم تا ژ 1/5 در بیاد. یا اگه مثلا به شما بگه ژ 1/3 چنده؟ خب منو ببین، اگه من بخوام از تو این رابطه ژ 1/3 رو بگم، باید ایکسمو چند بذارم؟ بچه‌ها 3 بذارم. حالا ایکس 3 بذارم می‌بینیم چه 1/3. خب حالا بچه‌ای تو خونه بگن اگه بگن ژ 2 چنده چی؟ اگه بگن ژ 2 چنده، اینجا باید به جای ایکس چی بذاری؟ به من بگو. آفرین، به جای ایکس باید 1/2 بذاری. یعنی هر چی خواستی کپش رو باید اینجا بذاری. چون 1/2 بذاری میشه 1/1/2 میشه 2. ژ 2 رو بد میده. خب حالا بچه‌های تو خونه جواب بدن. خب بچه های تو خونه جواب بدن، وقتی من ژ منفی یک رو میخوام، باید در واقع چپه این، بچه ها چپه منفی یک خدا رو شکر همون منفی یک دیگه، باید منفی یک رو اینجا بذارم. بچه ها اگه منفی یک بذارم اینجا نگاه کن، میشه ژ منفی یک
برابر با منفی یک با منفی یک میشه منفی دو. دقت کن به جای x ها منفی یک گذاشتم، پس j منفی یک شد منفی دو. حالا باید چی رو حساب کنم؟ باید f منفی دو رو حساب کنم. منو ببین الان من باید حساب کنم f منفی دو رو. خب سوال f منفی دو یعنی چی؟ یعنی توی تابع f که این اول سوال دارم به جای x هاش باید بزنم منفی دو. بچه منفی دو بذارم میشه دو تا منفی دو تا میشه منفی چار با منفی دو به توان دو، چار یه منفی هم داره. وای وای یه اتفاق بد افتاد بچه ها، به ازای عدد منهای یک زیر رادیکال من منفی شد. نتیجه میگیرم عدد منهای یک جز دامنه تابع نیستش. خب پس الان گزینه یک رده، غلطه، گزینه چار هم رده. درست شد؟ اگر یه عدد رو بذاری زیر رادیکال منفی بشه، خب یعنی اون عدده جز دامنه نیست. یعنی اگر منفی یک رو گزینه‌ای به عنوان دامنه بگیره اون گزینه غلطه، گزینه یک غلطه، گزینه چهار غلطه، منفی یک جز دامنش نیست. خب حالا بچه‌ها جواب یا گزینه بچه‌ها در واقع چنده؟ یا گزینه دوه که گفته یک، یا گزینه سه که گفته صفر تا یک. خب حالا من چیکار میکنم؟ من این دفعه بچه ها میام عدد صفر رو تست میکنم. منو ببین عدد صفر رو اینجا میذارم، میخوام دامنه f j x رو ببینم آیا عدد صفر رو میتونم داخلش بذارم یا نه. خب حالا یه سوالم میشه f j صفر. خب منو خوب ببین من عدد صفر رو انتخاب کردم چون در گزینه 3 هست اما در گزینه 2 که فقط گفته 1 نیستش. خب حالا یه سوال دارم، آیا ما جی صفر داریم بچه ها؟ لطفا خوب به این جی دقت کنید. من اینو پاکش کنم این بالاشو. منو ببین الان توی این تابع جی اگه دقت کنید بچه ها ما جی صفر نداریم. هر عددی که بذاریم داخل پرانتز صفر نمیشه. یک بذاریم، دو بذاریم، صد بذاریم میشه جی یک صدم، دیویست بذاریم میشه جی یک دیویستم. یعنی بچه ها اصلا ما جی صفر نداریم. خب پس دیگه اصلا نمیخواد ادامه بدیم. به ازای عدد صفر هیچ جوابی اون آخر به دست نمیاد و در واقع پس صفرم جز دامنه تابع نیستش. خب حالا بچه ها اگه صفر رو هم رد کنیم سه تا گزینه رد شد پس فقط میشه یک. یعنی آقا تنها عددی که جز دامنه این تابع هست عدد چیه؟ یکه و در واقع جواب میشه گزینه چند بچه ها؟ گزینه دو. خب این سوال بچه ها حتما لازمه که یه بار دیگه توی خونه حتما حل کنید، حتما فیلمش رو یه بار دیگه ببینید، چون گفتم سوال آسون نبود، یکی از سوالایی بود که خیلی توی حل این سوال گیر کردن ولی شما با دادن دو تا عدد خیلی راحت سوال حل کردید. خب الان بریم سراغ سوالای دیگه. خب بچه ها این سوال هم از درس جلسه قبل مونده و جز سخت‌ترین تستای دامنه است. یعنی بچه‌ها به جرئت میگم بخوای این سوالو تشریح بری باید 5 6 دقیقه براش زمان بذاری، تازه اگه خیلی ریاضیت خوب باشه، تازه اگه قدر مطلق بلد باشی. هنوز من قدر مطلق به شما درس ندادم. خب پس اینو دقت کن، سوال اومده آخر سوال گفته که ژ او اف تعریف شده باشد. یه نکته بهتون بگم بچه‌ها، بعضی موقع تو کنکور به جای کلمه دامنه از کلمه تعریف شده یا کلمه با معنی استفاده میکنن. دقت کن تعریف شده همون دامنه است، فرق نمیکنه. پس الان در واقع طراح از من دامنه ژ او اف رو میخواد. خب دوست گلم ژ او اف یعنی چی؟ یعنی ژ پرانتز اف ایکس. الان ببین اینجا رو ببین، اول ایکس میره تو اف، بعد از تو اف میاد بیرون میره تو ژ. من میخوام دامنه این حساب کنم. خب اول از همه میرم سراغ گزینه ها. منو ببین، میرم سراغ گزینه ها، باید یه عدد پیدا کنم که توی دو تا گزینه هستش، دو تا گزینه نیستش. اگه دقت کنید خود عدد 8 عالیه، عدد 8 تو گزینه 1 نیست، نه حفره است، گزینه 2 هم نیست، اما گزینه 3 و 4 بالاخره عدد 8 رو دارن. الان بچا وقتی گزینه 4 میگه از 0 تا بی‌نهایت، ببین از 0 تا بی‌نهایت، بالاخره عدد 8 داخل گزینه چی هست. خیلی خوب من عدد 8 رو انتخاب میکنم. خب حالا منو ببین دقت کن،
ببین چون سوال دامنه ژ و اف خواسته، من باید به جای این ایکس اینجام عدد چند رو بذارم؟ 8. خب چی میشه؟ یکم اینو کوچیکش کنم. خب چی میشه؟ میشه ژ اف 8. خب آقای شاکریان، من الان اف 8 رو از کجا حساب کنم؟ خب دوست من اف رو داده بهت دیگه، 8 بذار. 8 قدر مطلق 8 هم که خود 8ه. 8 و 8 میشه 16، جذرش میخونه میشه 4. خیلی خوب، پس در واقع اف 8 من میشه چند؟ 4. الان باید چی رو حساب کنم؟ آفرین، باید ژ 4 رو حساب کنم. الان میگم آقا ژ چی؟ 4. خب یه سوال دارم، ژ 4 رو از کجا حساب کنم؟ باریکلا ژ رو اینجا دارم، هست 1 به روی بچا، به جای ایکسش میخوام 4 بذارم. 4 به توان 2 16 منای 4 4 تاشون. ای وای چه اتفاق بدی افتاد. من اومدم عدد 8 رو تست کردم، دیدم مخرج 0 شد. منو ببین، مخرج 0 شد. یعنی چی؟ اصلا بچا ما دیگه 1 صفرم نداریم که، اصلا ما 1 صفرم نداریم. چون مخرج 0 شد، نتیجه میگیرم که عدد 8 جز دامنه تابع نیستش. خب عدد 8 جز دامنه تابع نیستش. پس الان بچهای تو خونه بگن کدوم گزینه‌ها رد میشن؟ بچه‌ها جواب بدین. فقط عدد گزینه رو بفرستین. کدوم گزینه‌ها رد میشن؟ من 8 رو اینجا دادم، دیدم مخرجم 0 شد. پس 8 جز دامنه تابع نیستش. خب کدوم گزینه گفتم بیشتر بچه‌ها؟ بعد اسکرول کنیم بیاییم پایین. خب کدوم گزینه بچه رد میشه؟ به ازای عدد 8 باریکلا. خب معلومه دیگه، گزینه 3 غلطه، گزینه 4 هم غلطه دیگه. این دوتا گزینه دارن میگن 8 جز دامنه تابع هستش، در صورتی که دیدین نیستش. خب حالا بچه ها رقابت رفت روی گزینه 1 و روی گزینه 2. خب حالا من میخوام بچه‌هایی که جلسه قبل و قبل‌تر رو بودن، خب این جلسه گفتم درس خیلی کم داریم، یه سری نکاتی لابلای تستا هست میخوام بهتون بگم. من میخوام یه سوال ازت بپرسم، بین گزینه 1 و 2 اگه بخوام یک اختلاف بگم چی میگم؟ بچه‌های تو خونه جواب بدید، بین گزینه 1 و 2 یک اختلاف میخوام پیدا کنم، ببینم گزینه 1 جواب یا گزینه 2. چند بدم؟ زرم چی گفتم بچه‌ها؟ آفرین منفی 1. دقیقاً ببین، منفی 1 الان توی این گزینه هستش، ولی تو گزینه بالا چی نیستش؟ منفی 1 میدیم. خب منفی 1 رو بچه‌ها به کجا میدیم؟ باریکلا، چون دامنه ژ و اف خواسته، باید بگم ژ اف منفی 1. خب منو ببین آقا، اف منفی 1 از کجا حساب میشه؟ آقای شاکران از اینجا. خب یه سوال، قدر مطلق منفی 1 مگه نمیشه 1؟ خب 1 با منفی 1 میشه 0. ببین یه بار دیگه نگاه کن، رادیکال منفی 1 به اضافه قدر مطلق منفی، قدر مطلق منفی 1 1ه، پس 1 و منفی 1 میشه 0. خب پس منو ببین، الان اف منفی 1 حساب کردم شد 0. الان باید چی حساب کنم؟ ژ 0 رو. خب بچه تو خونه جواب بدن، ژ 0 چنده؟ بودو بگو ژ 0 چنده؟ بذار ببینیم آقا، ژ 0 یعنی چی؟ یعنی توی تابع ژ، اینجا ژ دیگه نه، به جای ایکس توی مخرج چند بذاریم؟ 0 بذاریم. خب اگه 0 رو بذاریم میشه خب 0 منهای 0 دیگه، آقا 0 شد. نتیجه بازم جز دامنه چی؟ نیستش. یعنی آقا منفی 1 باز هم به تابع ژ و اف نمیتونیم بدیم، ژ اف منفی 1 وجود نداره. خب الان کدوم گزینه رد میشه؟ بچه تو خونه جواب بدید، کدوم گزینه رد میشه؟ مرسی بچه ها، منفی غلطه دیگه، پس گزینه 2 رد میشه، جواب میشه گزینه 1. خب دیدین چقدر جالب، دیدین چقدر ساده، دیدین چقدر جذاب. این تستا تستایی نیست که راحت حل بشه، این تستا تستایی که خیلی آتوش گیرن، ولی ما از روی گزینه ها داریم این سوالا رو براتون چیکار میکنیم؟ حل میکنیم. حالا خودتو آماده کن که سوالات بسیار مهمی منتظر شماست. خب دقت کنید بچه، این سوال یکی از معروفترین سوالات دامن است. یعنی همیشه بچه شما برین قلمچی، برین گزینه 2، سنجش، گاج، کنکور سراسری، این بند جیم این سوالو حتما میبینید. خب و همیشه هم بچه ها تو اشکالاتشون از من میپرسن، الان تو همین آزمون
جامعه تیر ماه هم الان اومده سوالاشو با هم دیگه حل میکنیم. خب برای که بچه‌ها این قضیه جا بیفته من از بند الف شروع میکنم. بچه‌ها من بهتون گفتم هر وقت در یک تستی به شما شکل میده، ببین الان شکل داده اف ایکس، خب بعد شما چیکار میکنید؟ نگاه میکنید نقطه ابتدا عمود میکنید به محور ایکس، ایکسش در میاد صفر، انتها رو هم عمود میکنید در میاد ده. پس الان دامنه تابع از روی محور ایکس به دست میاد، ابتدا انتهای شکل تو به محورها عمود میکنی. پس الان دامنه تابع اف ایکس مشخصه دیگه، از صفر بسته است تا ده باز. آقای شاکریان چرا ده و باز گذاشتین؟ خب ببین اینجا رو دیگه، الان این نقطه آخر حفرش خالیه، ولی اینجا این در عدد صفر چنده بچه ها؟ بسته است. این پنج هم گول نخورید، ایگرگش پنجه، اگه عمود کنید ایکسش میخوره به مبدأ مختصات. ایکس اینجا چنده بچه ها؟ صفره. خب حالا منو ببین، منو ببین آقا، من اینو پاک میکنم، منو ببین. ببین دامنه تابع اف ایکس در اومد، اما بند ب یکم سطح سوال میره بالاتر و سخت‌تر میشه. بند ب چی گفته؟ منو ببین، بند ب گفته دامنه اف ایکس منهای دو زیر رادیکال رو بگو. من یه یاداوری بچه ها از جلسه قبل براتون بکنم، دقت کنید. آقا این چهارتا رو ببین، این چهارتا رو ببین، این چهارتا مخرج، رادیکال، لوگاریتم، شکل. من جلسه قبل گفتم آقا توی تستای دامنه باید هر کدوم از این موارد جداگانه چک کنید. الان لطفاً بچه‌ها همتون با دقت به این چیزی که اینجا من علامت زدم رادیکال اف ایکس منهای دو چه دقت کنید. آیا داخل این عبارت شما مخرج می‌بینید؟ نه. پس به مخرج کاری نداریم. آیا لوگاریتم می‌بینید؟ نه. پس لوگاریتم هم نداریم. اما شکل دارید می‌بینید؟ بچه‌ها شکل اف ایکس سمت چپ هست دیگه، این اف ایکسه. ببین شکل رو داری می‌بینی، از طرفی رادیکال هم داری می‌بینی. خب بچه‌ها دامنه شکل رو که بالا در آوردم دیگه، دامنه شکل واضحه دیگه، صفر تا چنده؟ ده. اما دامنه رادیکال من چی میگم؟ میگم آن چه زیر رادیکال است باید بزرگتر مساوی صفر باشه. قبول دارین؟ آن چه زیر رادیکال است بزرگتر مساوی صفر باشه. اگه دو بره اونور میشه اف ایکس بزرگتر مساوی دو. بعد یه تذکر بگم بچه‌ها، تو ریاضی هر وقت طراح به شما میگه اف ایکس منظورش ایگرگه، یعنی ایگرگ های ما از عدد دو باید بیشتر باشه. خب حالا سوال، شکل رو لطفاً همتون دقت کنید، یه نقطه‌ای در شکل هست من علامت دارم، این نقطه که دقیقاً ایگرگش چنده بچه‌ها؟ دوه. بعد از اینجا به سمت بالا که بچه‌ها حرکت میکنید، خب ایگرگتون داره از دو چی میشه بچه ها؟ بیشتر میشه. پس در واقع من با رنگ بچه ها علامت میزنم این تیکه که الان علامت زدم. منو ببین، این تیکه که من الان رنگی کردم الان ایگرگ های تابع از دو چیه؟ بیشتره. اما میخوام یه سوال خیلی مهم ازت بپرسم، دقت کن، یه سوال خیلی مهم دوست من، دامنه ایکس یا ایگرگه؟ جواب بده. وقتی میگن دامنه تابع رو بیابید، ایکساشو از شما میخوان یا ایگرگاشو میخوان؟ جواب بده کدوم؟ حسن آقا چی گفتم بچه ها؟ ایکساشه یا ایگرگاشه؟ ایکساشه. خب حالا نکن این قسمتی که من هاشور زدم باید بیای پایین ایکسشو بگی. ببین منو ببین، منو ببین، الان اینجا ایکسش صفره، اینجا هم ایکسش دونیا، این محدوده رو ببینی، محدوده اینجا دیدی؟ خب پس در واقع میشه ایکسای بین صفر و دو. خب این شد جواب بند ب. خب پس یه بار دیگه نگاه کنید، باید زیر رادیکال اف ایکس منهای دو بزرگتر مساوی صفر باشه، دو میره اون بر تساوی، میگیم ایگرگ های ما یا همون اف ایکس ما بزرگتر مساوی دو باشه. بعد تو شک اومدیم ایگرگ دو رو علامت زدیم، از دو به بالا رو من هاشور زدم، این قسمت اول شکل شد. خب چون شکلمون بچه نزولیه، هر چه میریم جلوتر داره ایگرگ ها از دو میاد پایین، میاد زیر دو. بعد این قسمتی که هاشور زدم ایکسشو مشخص کردم بین صفر و دوه. خب حالا دقت کن بند جیم. آقا من چی گفتم؟ منو ببین، من گفتم آقا بند جیم این سوال توی کنکور سراسری بارها اومده، تو قلمچی گزینه دو همه جا بارها اومده. خب حالا اینجا نگاه کن چی گفته. من گفتم برای محاسبه دامنه شما به چهار تا چیز کار دارید، دقت کن.
شکل، رادیکال، لوگاریتم و مخرج. خب همه نگاه کنید، الان توی این تابه‌ای که بچه‌ها اینجا می‌بینید، این تابه، خب بند جیم رو دارم میگم، شما هیچ کجا مخرج نمی‌بینید، اصلا یه عبارت کسری نمی‌بینید، از طرفی لوگاریتم هم که نمی‌بینید. الان توی بند جیم هیچ کدوم از شما لوگاریتم نمی‌بینید. خب چیا دارید می‌بینید؟ یه اف ایکس منهای دو می‌بینید. خب بچه‌ها این قسمت رو سال 11ام خوندین، 12ام من جلوتر مجدد بهتون تو جلسات آینده درس میدم. وقتی بچه‌ها به شما میگن اف ایکس منهای دو یعنی چی؟ یعنی ایکس ها رو دو تا زیاد کن. ممکنه بگین آقا شاکران این که گفته منهای دو، بله همیشه داخل پرانتز بچه ها برعکسه، یعنی اگه به شما بگن اف ایکس منهای دو یعنی شکل رو دو واحد ببر راست، اگه به شما بگن اف ایکس به اضافه سه برعکس، وقتی میگه به اضافه سه در از شما باید منهای سه شو ببینید، باید سه تا ببرید چپ، ایکس ها رو سه واحد ببرید چی؟ چپ. خب حالا نگاه کن، الان من اینجا دارم اف ایکس منهای دو، باید نمودار اف ایکس رو دو واحد ببرم راست، چه اتفاقی میفته؟ منو ببین. خب پاک کنیم اینا رو. خب من چیکار میکنم آقا؟ من میام این نمودار اف ایکس هم رو خب دو واحد میبرمش راست. نگاه اینطوری، کجا بکشم؟ اینجا. خب یعنی به جایی که از 0 تا 10 باشه میبرم سمت راست، اینطوری میشه. این صفره میاد روی چند بچه ها؟ میاد روی، بذار نقطه چینش کنم. خیلی منو ببین، این صفره میاد رو دو، این دهه میاد رو 12، این ریشش هم که 4 میاد رو 6. خب حالا منو ببین، این تابعی که بچه ها من اینجا براتون مشخص کردم تابع اف پرانتز ایکس منهای دوه. خب حالا یه سوال دارم، بچه های تو خونه حتما جواب بدن، وقتی تابع رو چپ و راست میبریم آیا دامنه تغییر میکنه؟ و همینطور بالا و پایین. حالا بچه اینا مال مبحث انتقال ها، ولی جلوتر جواب بدید، الان آیا دامنه شکل من تغییر کرده یا نه؟ جواب بدید آره یا نه. بله تغییر کرده بچه. من دامنه تابه از 0 تا 10 بود، الان دو تا تابه رو انتقال دادم سمت راست، پس در واقع دامنه شکل من شده از 2 تا 12. خیلی خوب، اولین نکته رو یاد گرفتیم. اما نکته بعدی اینه که آقا علاوه بر شکل شما یه رادیکال هم اینجا دارین، گفته رادیکال ایکس منهای 1 در اف ایکس منهای 2 زیر رادیکال. خب من چی گفتم؟ گفتم هر کجا رادیکال دارین، اینو دقت کن، خیلی متوجه نمیشن، دقت کن، هر کجا رادیکال دارین عبارت زیر رادیکال رو باید مثبت بذارین. یعنی چی؟ الان بچه ها میخوام دامنه رادیکال رو بگم. منو ببین، میگم ایکس منهای 1 در اف ایکس منهای 2 که بچه ها اف ایکس منهای 2 در واقع اون شکل است دیگه، خب باید بزرگتر مساوی چی باشه؟ صفر باشه. خب یه سوال ازتون میپرسم بچه ها، اینو جواب بدین. یه سوال، اگه یه کسی به شما بگه آقا ایکس منهای 2 در منهای 2 ایکس به اضافه 1 بزرگتر مساوی صفر باشه، دادم بگین مگه جلسه قبل بچه ها نگفتم باید جدول تعیین علامت بکشین؟ یعنی چی؟ یعنی نیا کن ریشه اینو در بیاری 2، ریشه اینم در بیاری 1/2. خب بعد یه جدول بکشی، منو ببین، یه جدول بکشی، بعد بگی آقا علامت اول این مثبته، علامت اول این منفیه. ببین منو، اینجا مثبته، اینجا منفیه، اگه این دوتا رو در هم دیگه ضرب کنید میشه منفی، پس اینجا میشه منفی. جلسه قبل چی گفتم؟ گفتم علامت اول میره آخر، چون اینا اولاشون بچه ها یکی مثبته یکی منفیه، در کل میشه منفی، بعد یکی در میون علامت ها رو چیکار میکنیم؟ عوض میکنیم. در واقع این یاداوری نامعادله کردم براتون، قبوله؟ این چیزی که جلسه قبل گفتم. حالا دقیقاً بچه ها داخل این سوال دارین زیر رادیکال ایکس منهای 1 در یه عبارتی بزرگتر مساوی چیه؟ صفره. من دقیقاً باید یه جدول براش بکشم دیگه، نه اینطوری. خب منو ببین،
این سوال گفتم مهمه، دقت کن که این سوال بتونی درست بفهمی. منو ببین آقا، ریشه این قسمت اول یکه، نه یک، پس یکی از ریشه ها در اومدی. بعد یادتون باشه ریشه شکل رو، یادت باشه ریشه شکل رو فقط از روی شکل میتونی بگی. خب تذکر، ریشه یک شکل جاییه که اون شکله با محور x برخورد کرده. الان بچه ها کجا تا به با محور x برخورد کرده؟ توی عدد 6. پس در واقع ریشه شکل ما چنده؟ 6ه. این اولین نکته که باید بلد باشه. نکته دوم، یادتونه بچه ها گفتم باید علامت این ریشه 6ه. بچه ها یادتونه گفتم باید علامت این دوتا پرانتز رو در هم ضرب کنید و بذارید خونه آخر. خب چطور این کار انجام میدیم؟ الان بهتون یاد میدم. ممکنه بگین آقای شاکران علامت ایکس منهای یک رو دارم مثبته، ولی شکله از کجا بفهمم علامتش مثبته یا منفیه؟ الان بهت میگم. ببین اگه شکل قسمت آخر شکل زیر محور ایکس باشه، یعنی منفی علامتش. الان ببین این تیکه علامتش چیه؟ منفیه. اگه قسمت آخر بالای محور ایکس باشه مثبته. پس نیا کن الان این تیکه، این تیکه مثبت علامتش، این تیکه منفیه چون رفته زیر محور. مثبت در منفی میشه منفی، علامت خانه آخر میشه چی؟ منفی. بعد یکی در میون علامت ها رو عوض میکنیم و بعد جایی که بچه ها بزرگتر مساوی صفره، یعنی این قسمت وسط، و چون بچه ها مساوی داریم خود صفره رو هم جواب میگیریم. دقت کردی؟ این هم عوضی. حالا من اومدم تو این سوال، منو ببین، من اومدم تو این سوال بچه ها لوگاریتم نداشت، مخرج نداشت، اما شکل و رادیکال داشت. اومدم دامنه شکل رو انتقال دادم تابع اف ایکس و دو واحد سمت راست، دامنش هم دو تا رفت سمت راست، یعنی از 0 تا 10 شد 2 تا 12. این دامنه شکل رو گفتیم. بعد اومدیم زیر رادیکال رو بزرگتر مساوی 0 قرار دادیم. باید یه جدول تعیین علامت من براش میکشیدم. ریشه پرانتز اول یکه، ریشه شکل الان مشخصه دیگه، ریشه شکل 6. بعد در خانه 6 به بعد چون شکل رفته زیر محور ایکس علامتش منفیه، برای همین خانه آخر چی گذاشتم؟ منفی. و یکی در میون علامت ها رو عوض کردم. و بعد بچه ها جلسه قبل گفتم که در نهایت باید بین دامنه هامون اشتراک بگیریم. ببین الان یک گزینه هست از 1 تا 6، کجا بنویسم؟ از 1 تا 6. یک گزینه دیگه هست از 2 تا 12 باز. خب الان اشتراک اینا میشه این تیکه، در واقع میشه بازه 2 تا 6. پس در واقع دقت کنید جواب بند جیم، جواب بند جیم، جواب آخرش میشه بازه 2 تا 6. خیلی خوب. حالا من حتما باید برای اینو جای بیشتری بذارم که دیگه اینطوری گیر نکنیم. به خاطری که الان بهتون میگم بچه ها اینجا رو نگاه کنید، یه لحظه اینجا رو نگاه کنید، یه دونه مثال بزنم این قضیه برای همه جا بیفته. بچه این تست رو میخوام اضافه کنیم. دقت کنید بچه تو خونه. خب دامنه ایگرگ برابر با لوگاریتم، این سوال همیشه تو کانون میاد، دقت کن بچه اینا همه جلوی لوگاریتمه. خب کدام است؟ اگه این سوال رو بچه های تو خونه جواب دادن، یعنی صحبت های منو خیلی زیبا و خیلی قشنگ یاد گرفتن. منو ببین اینجا میسم 2، اینجا میسم 5، اینجا میسم 10. خب منو ببین آقا، یادتونه من گفتم وقتی که لوگاریتم داریم، اینو دقت کن، یکی از سخت‌ترین سوالات آزمون قلمچیه. وقتی که لوگاریتم داریم یادتونه گفتم باید عبارت جلوی لوگاریتم مثبت باشه. منو ببین الان x2 منهای 1 در fx من باید چی باشه؟ مثبت. تازه مساوی هم نداره. دقت کن رادیکالا بزرگتر مساوی صفرن، لوگاریتما فقط بزرگتر از صفرن. خب بعد نگاه کن چیکار میکنم. من میگم آقا ریشه های این پرانتز اول مثبت 1 و منفی 1. فکر کنم بتونی ذهنی حل کنی دیگه، مثبت 1 و منفی 1. اما ریشه های این شکله جاییه که بچه ها شکل من با محور x برخورد کرده. یعنی چند بچه ها؟ یعنی چند؟
یعنی دو، دیگه چند؟ پنج، دیگه چند؟ ده. بعد وقتی من بچه‌ها میخوام تعیین علامت کنم یه جدول گنده میکشم، منو ببین، ریشه ها رو به ترتیب میذارم، اول یک، دو، سه، چهار، پنج. ریشه های من منفی یک، مثبت یک، دو، پنج و ده. خب منو ببین، منو ببین. حالا من میخوام بچه ها علامت خانه آخر رو به دست بیارم. همه تمرکز کنید، مهم ها، حتما تو آزمون ها میاد. من گفتم علامت خانه آخر، اگه بچه ها ضابطه تابه رو داشته باشیم، نگاه میکنیم ضریب پشتش چیه. الان ضریب پشت x تو چیه بچه ها؟ مثبت، نه؟ ضریب پشت x تو چیه؟ مثبته. پس من اینجا میتونم مثبت. قبوله؟ بعد از طرفی بچه ها شکلمو نگاه میکنم، آخرین تیکه شکلم، اینجا نگاه کن، اینجا نگاه کن، آخرین تیکه شکلم اگه رفته بالای محور x یعنی مثبته، اگه رفته زیر محور x یعنی منفیه. چون آخرین تیکه شکلم، منو ببین اینجا، چون آخرین تیکه شکلم مثبته، پس علامت خانه آخر مثبته. خب حالا بگید هم این تابع x دومن های یکه مثبته، هم شکل بالای مثبته، پس اینجا میشه مثبت. بعد که بچه ها علامت خانه آخر در اومد، بعد یکی در میون اینا رو عوض میکنید، بعد مثبت میشه منفی، بعد مثبت، بعد منفی، بعد مثبت، بعد منفی. بعد که تعیین علامت کردین، جایی که بزرگتر از صفر جوابه، و بزرگتر از صفر یکی این تیکه است، یکی این تیکه است، یکی این تیکه است، در واقع یکی از منهای یک، پس دامنه تابه چی میشه؟ یکی از منهای یک تا یک، دیگه کجا؟ دو تا پنج، دیگه کجا؟ بگو ببینم، یک تا چی؟ بی نهایت. خیلی راحت بچه ها دامنه تابه رو به دست آوردن. خب بچه ها خوب هستین؟ صدا تصویر منو اگه دارین یه عددی هست که حالت حال میکنی بفرست، من ببینم فقط زنده ای. صدا تصویر منو داری بفرست. اصلا آقا بریم شروع. صدا تصویر. خب بچه ها اینجا میخواییم یه سری سوالایی رو من براتون انتخاب کنم، داغ داغ، همین امروز قبل از کلاس براتون انتخاب کردم که بیایم تستا رو با هم دیگه بزنیم. یه لایو کوچولو میخوای بگیرم؟ با هر چه دوست داری بیا. آره بریازی بیا. خب بچه ها همونطور که میبینید این سوال جامعه قلمچی 20 تیر 99، الان مال همین 10 روز پیشه. خب دقیقا آزمون جامعه قلمچی قبلیه. خب سوال مال چه مبحثیه؟ مال مبحث نامعادل است. من چی گفتم؟ گفتم سوالای نامعادله رو یا باید تشریحی حل کنی یا باید از روی گزینه ها حل کنی. خب دوست عزیز من، تو که هنوز قدر مطلق نخوندی، هنوز من بهت قدر مطلق درس ندادم، پس عمرن نمیتونی این سوالو تشریح حل کنی، ولی از روی گزینه ها با پیدا کردن اختلاف گزینه ها میتونی سوالو حل کنی. چطوری؟ میای میری سر جلسه کنکور، میگه آقای شاکریان چی گفته؟ گفته آقا گزینه اول گفته ایکس های بیشتر از یک و ایکس های کمتر از منهای یک دوم، گزینه بعدی گفته ایکس های بیشتر از دو و ایکس های کمتر از یک، بعدی گفته ایکس های بین منفی یک دوم و یک، و بعدی گفته ایکس های بین یک و دو. خب خیلی راحت میدید 10 ثانیه 20 ثانیه، خیلی راحت. بس شما، من اول اومدم سوالی که اصلا با اطلاعات الان یه دانش آموز که هنوز معادلات و نامعادلات قدر مطلق رو نخونده نمیتونه این سوال جامعه قلمچی 20 تیر 99 رو حل کنه. خب اما من الان از رو گزینه ها برای جواب در میارم. من چیکار میکنم؟ یه عددی انتخاب میکنم که توی دو تا گزینه هست و توی دو تا گزینه نیست. مثلا نظرتون چیه بچه ها؟ 3 بدیم. 3 خیلی خوبه دیگه، نه؟ عدد 3 اینجا هم هست، اینجا هم هست، توی دو تا گزینه اول هست. خیلی خوب، من چیکار میکنم؟ عدد 3 رو انتخاب میکنم، میرم میدم. خب 3 منهای 1 میشه 2، ضرب در 3 میشه 6 دیگه، نه؟ یه دفعه بنویسم 6. خب کمتر از بچه ها 3 به توان 2 میشه 9، منهای 1 میشه 8. خب حالا یه سوال، آیا 6 کمتر از 8؟ خب معلومه دیگه، هر عقلی میگه 6 از 8 چیه؟ کمتره. بعد من گفتم اگر این نامعادله درسته، این عدده تو جواب ما هست. اگر این نامعادله غلطه،
این عدده تو جواب ما نیستش. خب منو ببین الان بچه‌ها تو خونه بگن پس 3 تو جواب ما چی هستش؟ پس جواب قطعا یا گزینه 1 یا گزینه 2. یکی از این دوتا گزینه جواب من پررنگ کنم، یا جواب گزینه 1 یا جواب گزینه 2. خب بچه‌ها تو خونه و بچه‌ها اینستاگرام به من بگن بین گزینه 1 و 2 اختلاف بگید. حسن آقای بچه ها چی میگن؟ بین گزینه 1 و 2 اختلاف بگو. بگو ببینم چی میگی. بین گزینه 1 و 2 یه اختلاف بگو. خب 2 0. آفرین، مرسی. 0 خیلی خوب. من میخواستم 2 بگم ولی میگم 0 خیلی عدد بهتریه. 0 رو میگم. آقا 0 رو بدم، 0 ضرب در هر چیزی میشه 0. 0 به تمام منهای میشه منهای. خب عزیز من آیا درسته که بگیم 0 کمتر از منهای؟ قربونت برم 0 بیشتر از منهای. الان این رابطه چیه؟ غلطه، غلط از نظر علمی. پس نتیجه 0 جزء جواب من نیستش. خب پس گزینه 2 غلطه. درست شد؟ گزینه 2 3ش درست در اومد ولی 0ش غلط در اومد. بعد گزینه 2 رو رد کنیم جواب خیلی راحت میشه گزینه 1. به همین راحتی. شما برید بچه‌ها با این تکنیکایی که من بهتون درس دادم، چه روش‌های تشریحی و چه روش‌های تستی، برید ببینید سوالی هست که نتونید از پادرش بیارید، هر سوالی بهتون بدن زمینگیریش میکنه. فقط کافیه که بفهمید، فقط کافیه که درک بکنید سوالو بعد چطوری حل کنید. بریم با هم دیگه سراغ سوال بعد. آها سوال بعد سوال جالبیه. یه سوالیه چقدر فلنچی و گزینه 2 امسال بچه‌ها رو با این اذیت کردن. منو ببین سوال گفته دامنه f x به اضافه 2 بازه 1 تا 3. حالا دامنه f x دوم کدام است؟ بچه ها یه نکته میخوام بهتون بگم، به قشنگ دقت کنید بچه های لایو، هم قشنگ دقت کنید وگرنه این تست معمولا بچه ها اشتباه میدن. الان مال گزینه 2 20 تیر 99 کانون هم فراوان زیاد اومده که من همه سوالاش تحلیل کردم داخل سایت، بتونید فیلم ها رو ببینید. خب منو ببینید آقا به شما میگن دامنه f x بازه 1 تا 5 است. خب بچه‌های تو خونه فکر کنن، بچه‌های لایو فکر کنن، دامنه f x بازه 1 تا 5 یعنی چی؟ یعنی آقا آن چیزی که میخواد وارد f بشه باید بین چی باشه؟ بچه‌ها بگین بین 1 تا 5. خب حالا یکی بعد به شما میگه بچه‌ها دامنه f محمد رو بگو، دامنه f علی رو بگو، حالا یکی میگم دامنه f cx رو بگو. خب شما چی میگی؟ میگه آقا مگه محمد نمیخواد وارد f بشه؟ پس محمد باید بین 1 و 5 باشه. آقا علی نمیخواد وارد f بشه؟ چرا؟ پس علی باید بین 1 و چی؟ 5 بشه. آقا cx نمیخواد وارد f بشه؟ چرا؟ پس این cx باید بین 1 و چی؟ 5 باشه. بعد در واقع میشه به زبان ساده گفت آقا محمد هم بین 1 و 5 باشه، علی هم بین 1 و 5 باشه، cx هم بین 1 و 5 باشه. یعنی باید هر چی که داخل کاوه میره یکی باشه جواباش. بعد من یه تکنیکی از روی این یه تکنیک میخوام بهت بگم، توی هیچ کتابی نیستا، یعنی شرط میذارم توی کتابی پیدا نمیکنی. برو نگاه کن همین سوالو نگاه کن، آزمون گزینه 2 20 تیر کاش حلاشم فیروزه میذاش، حلاش یه صفحه حل براش گذاشته. من چی میگم؟ من میگم آقا دامنه اینجا رو منو ببین آقا دامنه فقط به ورودی تاب کار داره. یعنی هر وقت تستای دامنه رو داشتی این 5 رو ولش کن، 3 رو ولش کن، 2 رو ولش کن، منهای ولش کن، رادیکال رو ولش کن، فقط آنچه که وارد تابع f میشه، منو ببین، آنچه که وارد تابع f میشه فقط باید دامنه اون رو حساب کنی. حالا من بچه ها وقتی انتقال رو بهتون درس بدم این قضیه رو قشنگ جواب میندازم براتون. این سوال یه جورایی مال مبحث انتقاله که هنوز من نگفتم، ولی با توضیحاتی که دادم مطمئنم همتون الان حلش رو میفهمید. منو ببین من میگم آقا باید ورودی تابع اول با ورودی تابع دوم یکی باشه. خدایش این حل نگاه کنی حال میکنی، خدایش توی هیچ کتابی نیست. ببین ورودی تابع اول چیه؟ x به اضافه 2. ورودی تابع دوم چیه؟ x دوم. منتها برای که اینا با هم قاطی نشن
یکی رو بچه من پرین میذارم، یکی رو میکنم x، اون یکی دیگه ورودشو x پرین میگم برای که قاطی نشه. من میگم آقا اینم میخواد وارد تابع f بشه، اینم میخواد وارد تابع f بشه. حالا طراز چی گفته؟ گفته دامنه تابع اول بین 1 تا 3. یعنی چی؟ یعنی x من میتونه 1 باشه، x من میتونه 3 باشه. من چیکار میکنم؟ ابتدا انتهای این بازه رو میام اینجا به جای x میذارم. دوست من x رو 1 بذار، بگو 1 به اضافه 2 برابر با x پرین تقسیم به 2. 1 به اضافه 2 میشه 3 ضرب در 2، از اینجا x پرین به دست میاد 6. درست شد؟ خب دیگه حل نکنم دیگه، جواب گزینه 1 دیگه، تنها گزینه‌ای که 6 رو داخل خودش داره گزینه 1. حالا بریم ادامه. آقا این x بعدی چنده؟ 3. این 3 میره داخل تابع دیگه نه؟ خب بیا اینجا منو ببین، منو ببین، یعنی خدایش خیلی روش بالی، منو ببین، 3 میره داخل تابع، 3 به اضافه 2 برابر با x پرین دوم، 5 دو تا 10، x پرین میشه 10. خب پس در واقع دامنه تابع جدید میشه از 6 تا 10. بعد باز و بستش هم چون این یک بسته بود این بسته، اون 3 چون باز بود، باز بود دیگه، اینو باز بذاری. خدایی کال کردی، کال کردی درشو. خب بعضی میگن آشه که ما نفهمیم، یه سوال دیگه برامون حل کنید. ما توی سال 11 و 12 هم اشکمون در میاد یه همچی سوال رو بخوایم حل کنیم، شما چطوری با یه روش خیلی ساده حل کردید؟ خب منو ببین، منو ببین آقا، یه سوال دیگه تست گوش کن. دامنه تابع 2 تا f به توان 3 x منهای 1 به اضافه 7 زیر رادیکال بازه 1 تا 2 است. خب بعد به شما میگم دامنه تابع منهای 5 تا f 2x به اضافه 1 کدام است؟ خب شما چی میگی؟ میگی آقا مهدی شاکریان چی گفته؟ گفته آقا دامنه به ورودی تابع بستگی داره. این محمد میخواد وارد f بشه، اینجا این علی میخواد وارد f بشه، پس باید ورودی این f با ورودی این f دیگه یکی بشه. پس نتیجه میگیریم که آقا ورودی f اول چنده؟ x منهای 1. با ورودی f دوم که 2x باید چی باشه؟ 1 باشه. برای که قاطی نشه اینو میگیم x پرین. میگیم آقا چیزی که وارد این تابع میشه، آن چه به ما میده باید با اون چیزی که اون تابع دیگه وارد میشه 1 باشه. بعد با خود میگه آقا x ها رو طرا گفته بین 1 و چند؟ 2. خیلی خوب. ببین منو ببین. یه بار x رو 1 میذاری، خب 1 منهای 1 میشه 0 دیگه. برابر با 2x پرین. خب 2x پرین 0، پس x پرین 0. منو ببین. حالا اینجا 2 بذار. 2 منهای 1 میشه 1 برابر با 2x پرین. x پرین میشه 1 دوم. یعنی خدایش از این سریعتر عمران کسی بتونه حل کنه. دامنه تابع جدید میشه بین 0 و 1 دوم. نیچه بال اومدین گفتین x منهای 1 باید با 2x برابر باشه، منتها این xاش 1 و 2ه، یه بار 1 گذاشتم یه بار 2 گذاشتم، xای جدید رو به دست آوردم، xای جدید میشه دامنه. دیدین خیلی باحال این سوال رو با هم دیگه حل کردیم. خب بچه ها اینستا برن یا باشن زنیم؟ برن بچه ها، خدافظ بچه اینستا. اگه میخواین کلاس ها رایگان شرکت کنید، اگه میخواین جزوه رو داشته باشید، اگه میخواین فیلم این جزوات رو داشته باشید، اگه میخواین سوالاتون رو توی تلگرام از من به صورت مستقیم بپرسین، فقط کافیه سال کنکور تو 1400 1401 1399، من نمیدونم چه سال کنکور داری، ارسال کن به 935 062 1006، ارسال کن به این شماره. خب اگر هم خواستید روابط عمومی سبقت تلفن 5 رقمی 3817 با کد مشهد، اوکی میتونی تماس بگیری، برای کلاس آنلاین میتونی حضوری بیای. ما تنها مؤسسه ای که ثبت نام و رفع اشکالامون حضوریه برای مشهدی عزیز. قربونت برم، خدا حافظ. برای بچه تو خونه چطورن؟ تا اینجا خوب بود بچه یاد بگیرین؟ اگه بخوام در یک کلمه دامنه و نامعادله رو بگیم چقدر خوب یاد گرفتیم، چی می‌نویسین؟ زینب بچه چی گفتن؟ من پشت تصویرم چی گفتن؟ مرسی مرسی مرسی، دم همتون گرم بچه، دم همتون گرم. خب حالا این سوال 147 بچه ها
سالی که نکتهشو توی جلسه هفته پیش گفتم. چی گفتم؟ منو ببین. چی گفتم؟ اومدم گفتم آقا اگر یک سهمی به ما بدن، بچه ها همه دقت کنید، به شدت مهمه، اگر یک سهمی به ما بدن، خب یا میگن این سهمی همواره مثبته یا میگن این سهمی همواره منفیه. در هر دو حالت باید دلتا رو چی منفی کنید؟ درس جلسه قبل انشالله که یادتون هست، ولی اینجا آش مثبته، اینجا آشی منفی. خب این نکته که بچه ها بارها در مورد سهمی سال یک کنکور بوده، بارها، یعنی شما به 30 سال اخیر رو بچه ها شخ مزنید، همیشه سال یک سال بارها شده با سهمی هموار مثبت یا هموار منفی اومده. خب منو ببین، منو ببین، سال گفته که آقا این سهمی، این سهمی همواره پایین نهاره. دقت کن، بعضی موقعا به جای هموار مثبت میگن هموار بالای محور X، و بعضی موقعا که هموار منفی میگن هموار زیر محور X. خب منو ببین، منو ببین، وقتی که بچه ها یه ماده هموار پایین محور X، دو تا شرط داره، یکی که آش منفیه، دلتاش هم منفیه. آشی آقا شاکر آینه دید. این آیه آقا این کای باید چی باشه؟ منفی. این تمام. دلتا چیه؟ دلتا یعنی به دو منهای چهار تا آسه. آقا من هم میخوام دلتا یه بیسکویت به من بیارین. حالا درست ما جلو دور بینیم ولی دیگه دلیل نمیشه شما. نیس خب کار کنم. دلتا چیه؟ دلتا میشه به دو، این به این سه، خب به دو منهای چهار تا آ در سه. خب باید چی باشه؟ کوچکتر از سه. ساده کنیم یه بالا میشه کادو اضافه کم 16 تا کا کوچکتر از صفر. خب بچه‌ها من قبلا بارها بهتون گفتم وقتی میخوای یه نامعادله رو حل کنی، ببین دلتا شد به دو منهای چهار تا آسه، من اینجا نوشتم، وقتی میخوای نامعادله حل کنی اول یه جدول میکشی ریشه های این نامعادله که منفی 16 و صفر در میاری. ممکنه بگی آقا شکران از کجا فهمیدی؟ خب کاری نداره دیگه، از یک کا فاکتور بگیر، منو ببین، از یک کا فاکتور بگیر میشه کای به اضافه 16 برابر با صفر، یه ریشت صفره یه ریشت منفی 16. علامت خانه آخر مثبته، یکی در میون عوض میشه، جایی که کوچکتر از صفره میشه جایی که توی جدول علامتمون منفیه. خب حالا همیشه در ریاضیات باید بین دو تا جوابامون اشتراک بگیریم. خب منو ببین، اینجا میشیم کا کمتر از صفر، اونجا داریم میگیم کا چی؟ بین منفی 16 و صفر. خب بچه ها اشتراکش در اومد دیگه، اشتراکش در اومد از منفی 16 تا صفر. حالا سوال چی گفته؟ سوال گفته به ازای چند مقدار صحیح. بچه وقتی میگه چند مقدار صحیح باید بگردین داخل این بازه اعداد صحیح رو در بیارین. خب بچه دقت کنین، اعداد صحیح از منفی 15 هست تا منفی 1 دیگه، نه 15 هست دیگه، منفی 1، منفی 2، منفی 3، منفی 4، و دقت بکنین خود ابتدا انتها بازه، نباید قبول کنین. پس در واقع چند تا عدد صحیح داریم؟ 15 تا. جواب گزینه 3. مال چه کنکوری؟ جامع سنجش 9 خرداد 99. اینا همه رو بچه خداییش من تو جلسه قبل براتون نکاتشو نگفتم، همه رو براتون توضیح ندادم که اگه گفت همه رو مثبت چیکار کنید، همه رو منفی. خب بچه یاد گرفتید تا اینجا همه چی اوکیه؟ از این بعد یادتون باشه تک خوری نمی کنید، خب هر چی خوردنی بود باید بیایید من بخورم. ای وای ای وای بچه ها، این سوال 105 همون سوالی که من دو تا سختش رو حل کردم، یعنی وجدانن این سوال رو خونه باید حل کنی، من حل نمی کنم. یه دقیقه فرصت نکن. گفته شکل روبرو نمودار اف ایکس منهای دوه. ببین ببین، من در واقع یه نکته میگم، اولش ممکنه گیر کنی، اولش رو من میگم، انتظار دارم بعدش رو تو حل کنی. ببین
من بهت گفتم اگه در یک تستی fx رو بده و fx منهای 2 رو بخواد، خب گفتم برای این کار باید برعکس اون چیزی که گفته رو انجام بدی، یعنی کاوه رو دو واید ببری چی؟ راست. درست شد؟ یعنی بچه ها الان یه تابه داری اینجا، بعد این کاوه رو دو واید میبری سمت چی؟ راست. حالا یه سوال دارم، اگه بخوای این عملیات رو کنسل کنی، یعنی برعکسش رو بدی، fx منهای 2 رو بده و fx رو بخواد، خب همون دوتایی که بردیم سمت راست دوباره بر میگرد. الان من ببین، الان سوال داره میگه این نموداره نمودار fx منهای 2، خیلی سوال جالبی ها، خیلی جالب. گفتیم نمودار fx منهای 2 یعنی دو تا راست رفته شده این. خب پس نتیجه خود fx واقعی خب باید دو تا برگرده چپ، این شکلی میشه. یعنی اینجا میشه 2، اینجا میشه منهای 3، اینجا میشه منهای 5، این میشه fx. خب بعد بچه ها برای که این قضیه براتون جا بیفته، اولش خیلی بچه ها این تست رو اشتباه میزنن، اولش همیشه بچه ها این تست رو اشتباه میزنن. منو ببین، این درش کار نمی کنه، بعضی ما زمانش کار نمی کنه. خیلی منو ببین بچه ها ببین، تاب fx این بوده. خب بعد وقتی گفتن fx منهای 2 باید دو تا بره راست دیگه، دو تا رفته راست، مثلا 2 شده 4، منهای 3 شده منهای 1، منهای 5 شده. حالا ما این عملیات رو بچه ها چپش رو رفتیم، متوجه شدین؟ خیلی خوب همه این رفت. حالا من ببین وقتی که دامنه x در fx، یادت من گفتم باید x در fx بزرگتر مساوی 0 باشه، یادته؟ یادتو گفتم اول باید ریشه ها رو در بیاریم. الان من ببین ریشه این صفره، ریشه fx از این صفره یکی منفی 5، یکی منفی 3، یکی منفی 2، میشه منفی 5، منفی 3 و 2. ببخش خب بعد یه جدول من میکشم، ناسلامتی قرار بود شما حل کنید. خب به ترتیب از کوچیک به بزرگ، اول منفی 5، بعد منفی 3، بعد 0، بعد 2. اینا ریشه هامونن. خب حالا منو ببین، حالا بچه های توی خونه هر کی تونست به جایزه داره، علامت خانه آخر چیه؟ مثبت یا منفیه؟ ببینم اون دو تا سوالی که شکل داده درستانم و یاد گرفتیم، علامت خانه آخر چیه؟ بگو ببینم علامت خانه آخر چیه؟ چرا منفیه؟ ببین این ایکسه، بذار اینجا میستم ایکس در اف ایکس. ببین این ایکسه توی ایکس های بیشتر از 2 مثبته دیگه، نه؟ اما شکل توی ایکس های بیشتر از 2 رفته زیر محور ایکس، وقتی رفته زیر محور ایکس این منفیه. خب یکی مثبت یکی منفی، در کل میشه منفی، در کل میشه منفی. تمام شد رفت. خب آقا این منفیه، این مثبته، این منفیه، این مثبته، این منفیه. خب حالا کجاها بچه ها بزرگتر مساوی صفره؟ یکی این تیکه، یکی این تیکه. بعد خود صفر هم جوابه دیگه، نگاه خود این صفر ها. خب یعنی منفی 5 تا منفی 3، 0 تا 2، اصلا آقا گزینه چند؟ گزینه 4. خب وقتی یه سوال رو شما دو بار سه بار حل کنید و بعدا تستایی که من بهتون میگم 20 بار دیگه سوال سرکش رو حل کنید، بعد وقتی بلند میشید میاد توی یه آزمون قلم توی سه آبان 98 خیلی راحت حل میکنید. زمنم رو این موضوع بهتون بدم، بچه هایی کلاس آنلاین رو ثبت نام میکنن یا دیویدی های منو میگیرن، تمام سوال های قلمچی پارسال و گزینه دوی پارسال رو من قبل از آزمون بهتون میدم. یعنی مثلا میگم آقا تابه توی 7 آزمون اومده، مثلا توی این 7 آزمون مثلا 65 تا سوال اومده، تمام 65 تا با فیلم حلش رو بهت میدم که با آمادگی کامل به سر جلسه امتحان. خب بریم سوالش.
جابجا بشه که اینوری باشه اینوری باشه. بچه اینو نگاه کنید آقا توی انتقال، من رو توی فصل انتقال مفصل بد میگم، هر کاری عقلت میگه برعکس انجام بده، عقلت هر چی گفت برعکس. مثلا عقل آدم میگه که آقا اگه بخوای ایکس رو بکنی ایکس منهای دو، باید ایکس رو دوتا کم کنی، ولی در واقعیت باید نمودار اف ایکس رو دوتا ببری سمت راست تا بشه اف ایکس منهای دو. ببین الان نمودار اف ایکس این بوده، این بوده، بعد دو تا رفته سمت راست این شده، دقت کردیم؟ دو. حالا سوال اومده برای که ما رو اذیت کنه برعکس داده، اول دو تا سمت راست رفته رو داده، گفته خود اف ایکس چی بوده، بعد ما دو تا چی برگرد. حالا اینطوری داده سوال، منو ببین اینطوری بعد الان بذار سوال اصلا ازشون بپرسم. اگر x به اضافه 3 رو بده و f x منهای 1 رو بخواد، کافیست نمودار اول را جا خالی واحد به سمت جا خالی ببریم. بچه های تو خونه هر چی جا خالی ها رو جواب بدین فهمیده. ببین از روی این، منو ببین از روی این رو برسه به این، بگو چیکار کنم. عقلت میگه x به اضافه 3 چطوری میشه x منهای 1، عقلت چی میگه؟ هرچی عقلت میگه برعکسشو بگو. چند واحد؟ اصلا آقا چند واحد گفتن؟ 4 واحد، آفرین. نگفتم بچه ها، بچه جواب بده 4 واحد به کدوم سمت؟ 4 واحد به کدوم سمت؟ هرچی نگاه کن این 3 شده منهای 1، مگه 4 تا کم نشده؟ ببین 3 شده منهای 1، 4 تا چی؟ کم شده. خب پس عقل آدم میگه که باید ببر چپ، چون کم شده میگه سمت چپ دیگه. خب ولی ما 4 باید ببریم سمت چی؟ راست. به این ترتیب سوال حل میکنیم. یه سوال دیگه بگم ببینم این برابر چی میگن. آقا اگر تمام زمان اگه اف ایکس به اضافه 2 رو بده و اف ایکس به اضافه 5 رو بخواد، نمودار اول را جا خالی به سمت جا خالی میبریم. خب جواب بدیم. خب عقل میگه آقا این سه تا چی شده؟ زیاد شده، ولی شما با سه باید به سمت چی ببرید نمودار رو؟ چپ. حالا برعکس اگه اینو بده اینو بخواد، عقلت میگه سه تا این کم شده ایکساش، ولی باید سه تا ببری سمت راست. یاد گرفتیم بچه ها؟ یاد گرفتیم چی اون سوال رو انتقال دادم؟ اینجا نکن اف ایکس منهای 2 رو داده اف ایکس رو میخواد، عقل آدم میگه دوتا زیاد شده، یا منهای 2 از بین رفته، دوتا زیاد شده، پس ما نمودار رو 2 باید ببریم سمت چپ. الان این نموداری که داده دوتا ببریم سمت چپ در بیارم. خب و سوال آخرم بس شما بهتون بگم و دیگه خدافزی کنم ازتون. خب دوست من اینجا رو ببین، گفته جدول تعیین علامت این تابع به فرم اینطوریه. منو ببین، 2 منفی منفی. خب یه چه جالب بهتون بگم بچه ها، گوش بدید بچه ها، عبارت درجه 2 قبول دارید باید دو تا ریشه داشته باشه؟ باید دو تا ریشه داشته باشه. خب یه تذکر بهتون بگم، وقتی عبارت درجه 2 بچه ها، اصلا نکته بگم، نکته، اگر جدول سهمی به این فرم باشه، مثبت مثبت یا منفی منفی فرق نمیکنه، آن سهمی به فرم آ در ایکس منهای ریشه به توان 2 بوده است. خب منو ببین الان بچه ها، ریشه سهمی قشنگ مشخص 2ه، درسته؟ مشخص منفی است. پس من نتیجه میگم اون سهمی به این فرم بوده. بچه ها جلسه قبل گفتم اگر شما عبارت تو ریشه مضاعف داشته باشه، ریشه مضاعف، حتما
اصلا علامت دو طرف یکسانه، یعنی یا قبل و بعدش منفیه یا قبل و بعدش مثبته. پس چون یا ریشه مضاعف دارم در عدد دو، فهمیدم تعمیم به این فرمه. خب حالا اینو بازش میکنم. منو ببین، منهای 3 در x2 منهای 4x به اضافه 4 ضرب کنم منهای 3 رو، میشه منهای 3x2 به اضافه 12x. خب منهای 12. خب حالا با بالا تطابق بده، آقا این 4ax شده 12x، 4ای ما 12ه، یعنی آی ما 3ه. این از این این به این تا شده منهای 12. حالا بچه بچه هم اینهای شما یاد نگرفتیم، خب اشکال نداره، یه دونه تست اضافه میگم تو خونه حل کن، کاری نداره. میگیم آقا یه عبارت داریم، خب یه عبارت داریم 4x2 به اضافه mx به اضافه n به اضافه 2n. خوبه؟ بخترش کنیم. من رو ببین، به اضافه 2n. خب خب من رو ببین، بعد به شما بگن آقا جدولش به فرم مثبت منفی مثبت یک دو است. خب حالا بگین که M و N چیه. خب حالا این دفعه بچه ها عمدن سوال عوض کردم. قبلی ریشه مضاعف داشت، یه ریشه داشت. خب وقتی ریشه مضاعف داره این شکلیه، A در X منهای آلفا به توان 2. اما وقتی که بچه ها ما دو تا ریشه داریم به این فرم، A در x منهای آلفا در x منهای بتا. حالا نگران نباشید، چون درجه دو رو بگم مفصل. حالا چون من دو تا ریشه دارم، یه ریشم یکه یه ریشم دوه، پس قطعا باید این سهم ما باشه A در x منهای ریشه اول که یکه، ریشه دوم دوه. دقت کن، پرانتز اول ریشهش رو اگه حساب کنی یک در میاد، پرانتز دوم دو در میاد. خب بچه های تو خونه بگن آ چنده؟ بچه های تو خونه بگن آ چنده؟ آفرین آفرین، چون اینجا گفته 4 آ 4ه. دیدیم؟ خب حالا اینو بازش کنیم، حالا اینو بازش کنیم خیلی راحت. من ببین الان میشه 4 در این دو ترم ضرب کنیم، میشه x2 منهای 3x به اضافه چند؟ 2. خب 4 رو توش ضرب کنیم میشه 4x2 منهای 12x به اضافه 8. خب الان این m باید باشه منهای 12. منو ببین، این m باید باشه منهای 12، بعد از طرفی این 2n باید باشه 8. پس ببین 2n باید باشه 8، یعنی نتیجه n میشه چند؟ 4. بعد آخر سوال گفتم m به اضافه n چیه؟ خب m به اضافه n میشه منهای 12 به اضافه 4 میشه منهای 8. ببین خیلی راحت این سوال رو هم دیگه حل کردیم. آرزو موفقیت دارم بچه‌ها براتون. جلسه آینده جلسه آخره کلاس منه توی این طرح سبقت 1400 و قرار یک مبحث جدید و پرتست رو با هم دیگه کار کنیم از ادامه تابع. خب حالا مبحث رو توی کانال بهتون میگم بچه‌ها، یه مبحث پرتست ان شاءالله با هم دیگه کار میکنیم، تستای دامنه و نامعادله رو مفصل بزنید و آماده باشیم برای جلسه آینده که قسمت آخر رو باهاتون کار کنم. دوستدار شما مهدی شاکر.